یک غذای دیگه به همراه آقای شهرام شجاعی سرآشپز برنامه. درود بر شما جناب آقای خداوردی، همچنین همه خوبان ایرانی هر جا هستین موفق و سالم باشید. در خدمتتون هستیم با شبکه نمایش و برنامه نمایش آشپزی. امروز یه غذای ویژه داریم، یه کوچولو برای بچه‌ها بد نیست، چون همیشه دوست دارن یه جورایی سوخاری استیمیل کنن. این رو ما پاچینی رو داریم که با بال مرغ درست می‌کنیم، یه ذره توش فانتزی داره، امیدوارم خوشتون بیاد. آقا برای شما پیش اومده که یه وقتایی میریم مهمونی یا مثلا بیداریم فیلم می‌بینیم، به هر حال اون شب دیر می‌خوابین یا بد خوابتون می‌بره، فرداش خیلی کسلین و تو کارتون فکر می‌کنم تاثیر می‌ذاره. قاعدتاً یه اندازه‌ای رو باید برای تایم خواب یا وقت خواب آدم بذاره، کمتر از اون آدم صبح بلند میشه خیلی سرحال نیست. این رو بگم خدمتتون که گفتیم پاچینی یا در اصل چیکن وینگز هم اسم اصلیش هست، میخوایم درست کنیم با بال مرغ که به میزان 1 تا 1.5 کیلوگرم بال مرغ در نظر گرفتیم، یه کوچولو کلک هم زدیم، گفتیم که با کتف مرغ هم میتونین درست بکنید. در کنارش از آرد سوخاری استفاده میکنیم، آرد سفید 300 تا 400 گرم آرد سفید به میزان 1 تا 2 قاشق تا 3 قاشق غذاخوری، شیر به میزان 1/2 پیمانه، سس سویا برای مزه دار کردن 1/2 پیمانه، تخم مرغ 4 تا 5 عدد زرده تخم مرغ، زعفران ایرانی به میزان لازم، نمک، فلفل، زردچوبه و پودر سیر و ادویجات دیگه‌ای که براش استفاده می‌کنیم. سلام، به به، رسیدیم به خوراکی مغز شکل طبیعت، یعنی گردو. گردو حاوی اومگا 3، مغز، ویتامین B6، ویتامین B5 و ویتامین B1 و علاوه بر اینها سرشار از ویتامین E. این خوراکی مغز شکل رابطه خوبی هم با مغز و هوش و حواس داره، بنابراین از ابتلا به آلزایمر و پارکینسون جلوگیری میکنه. پس به افراد سالمند و مسن توصیه میکنیم گردو رو از دست ندن. گردو یه دریا پر از مس و منگنز داره. یه پیشنهاد هم براتون داریم. شما میتونین به یه شهری به نام توسرکان برید که علاوه بر سفر یه شهر پر از گردو رو ببینین و گردوهاشو نوشه جان کنین. پس از الان سفر به خیر. پس سعی کنید نظم رو توی ساعت خوابتون حتما رعایت کنید، برای اینکه تأثیر میذاره روی انجام همه کارهای روزمره شما. اما الان پاچینی و آقای شجاعی میخوام مزه‌دار کنم، ببینیم که مرحله اول آموزش این غذا به چه صورتیه. بالا ما دو تا استخوان داره، استخوان درشنه و نازکنهش. ما نازکنهش رو از دو سمت تقریبا نیم سانتی از هم جدا میکنیم. بعد که جدا کردیم استخوان کوچیکو ما باید از داخل این در بیاریم. یه کوچولو این رو میتراشیمش و وقتی که تراشیدیمش سعی میکنیم که یه ذره با یه ذره بازی کردن این استخوان رو از توش در میاریم. به راحتی استخوان کامل در اومد. حالا قسمت بالاییش رو یه کوچولو قطع میکنیم. چون اصل مزهش اینه که شما با بال میل کنیم، معمولا پاچینی رو میان با کت درست میکنم. بعد قسمت بالای این بال مرغ که پوستش هست رو، این پوست رو کامل بر میگردونیم، یه شکل اینجوری پیدا میکنه، به این شکل میبینید، به این شکل. فانتزیش بینید که با بال این کار، ولی معمولا خیلی جا میان با کت این کار میکنن. کت کاری نداره چون یه دونه استخوان بیشتر نیست، این رو میتراشن میان به سمت پایین، بعد اینو برمیگردونیم. کت خیلی آسونه ولی بال یکم سخت داره. خب ما توی این قسمت گفتیم که چه اتفاق برای این میفته و حالا چون از قبل چند تایی رو ما آماده کرده بودیم، چون زمانمون هم خیلی زیاد نیست، اینا که آماده کردیم رو میاریم، میخوایم مزه دارش کنیم. اولین کاری که میکنیم بهش نمک و فلفلشو بهش میزنیم. اومدیم بهش ذره پودر سیرم زدیم برای اینکه بوی زخمشو بگیره. اگه دوست داشتم میتونم پیازم بزنم، ولی چون ما از سویا سس استفاده میکنیم دیگه پیازم نیاز نیست. یه کوچولو اینو مشتمالش میدیم. بعد که آماده شد قسمت دوم میگیم، یعنی قسمت دوم آماده سازی میگیم که چه اتفاق براش میفته، چه جوری پودرش میزنیم و سرخ. اما خدمتتون عرض کنم که امروز توی پخت این غذا در واقع شبا قبل از خواب میخواید اتفاقات بد، ناراحت کننده و استرس زا رو مرور کنید، نکنید، چون حتما تاثیر منفی داره تو کار روزمره شما. بیایم پاچینیا مزه دار شده ببینیم که آقای شجاعی برای مرحله بعد چه توضیحی دارن. پس میگیم عملیات سوخاری که بخوایم انجام بدیم سه مرحله داره. مرحله اولمون که آرد سفیده که معمولا میگن آماده سازی اصلی یا آستر اصلی سوخاری، که آرد سفید ما یه مقدار نمک بهش اضافه میکنیم، یک مقدارم پودر سیر و اون رو یه کوچولو هم میزنیم.
مرحله دومش که اون آستر دومه، قبل از که سوخاری باید بهش بچسبه، زرده تخم مرغ، زعفران و شیره. ما خیلی شلش نمی‌کنیم، بهش اضافه می‌کنیم، یه کوچولو این رو هم می‌زنیم، یه مقدارم نمک بهش اضافه می‌کنیم که قسمت دوممون هم نمک داخلش باشه. مرحله سوم میشه سوخاری. سوخاری که میخوایم اتفاق بیفته برای اون، سوخاری خوبی داشته باشه، یه کاور خوبی داشته باشه، هم بهش فلفل سیاه میزنیم، هم یه مقدار بهش زردچوبه میزنیم که رنگ زردی رو داشته باشه و اون رو هم میزنیم. الان تقریبا مراحل سوخاریمون آماده است. حالا پاچینی یا چیکن وینگزمون رو که آماده کرده بودیم رو دوباره مزه‌دارش کردیم، برمیگردونیم به حالت اولش، چون خواستیم مزه‌دار کنیم، برمیگرده به سمت بالا. اینو برمیگردیم به قسمت پایین. حالا تو مرحله اول آرد سفیدشو میزنیم. پس اول آرد سفید. بله آرد سفید، بعد زرده تخم مرغ. دوم زرده تخم مرغ که با زعفران و شیر مخلوط شده. بله زعفران و شیر و تخم مرغ، زرده تخم مرغ در اساس. بعد تو مرحله سوم میره توی آرد سوخاری. تو آرد سوخاری قوطه ورش میکنیم. حالا اگر خواستیم این کاورش بیشتر بشه و لایه بیشتری از سوخاری بگیره، اینو یک بار دیگه این مرحله تکرار میکنیم. ولی خب ما الان کاورش خوبه، شکلش هم درست میکنیم، مثلا اینجا میتونیم شکلش مرتب کنیم، میذاریم داخل روغنی که یه خوبی این که هست این تابه شعله چون کامل زیرش پخش میشه، این مرغ سوخاریمون رو کاملا مغز پخت میکنه. این خوبی این تابه است. ظروف دیگه اش هم به همین صورت دستوری نسوزی به خاطر خطوطی که زیرش قرار داره. دقیقاً همینجوری. رنگ بیرونی نسوز خانم‌ها خیلی حساسیت دارن، سرویس‌های آشپزخونه زیبایی خودش رو از دست نده. چون رنگ نسوز داره میتونید با خیال راحت با این سرویس هشت پارچه تفلون کار کنید. من خدمتتون عرض کنم عزیزان، این سرویس هشت پارچه تفلون 100 روز ضمانت داره، 1 سال خدمات پس از فروش. این خیال شما رو از بابت کیفیت راحت میکنه. قیمتش هست 249 هزار تومان، اما برای شما بیننده محترم شبکه نمایش 100 هزار تومان تخفیف از طرف تولید کننده قرار داده شده. چون واسطه ها حذف شدن، دارین مستقیما خرید میکنید. فقط کافیه تلفن همراه رو بردارید، عدد 5 رو به این سامانه که زیر گیرنده هاتون هک شده ارسال کنید، با شما تماس میگیرن، محصول رو در منزل تحویل میگیرید. اولا که وقتی که موادی که کافئین دارن ما معمولا شبا کمتر باید میل کنیم، و اگر هم میل میکنیم حتما شکم خالی نباشیم، شام خورده باشیم میل کنیم. و البته مهمه که چه روزی باشه، چه وقتی باشه، نیاز هست اون شبا بیدار بمونیم یا نه. ولی معمولا مواد کافئینی که مقدار شیرین میشه، مثل قهوه‌ای که همراه با شیر و در از شکر باشه، کافئینش کمتر میشه، حتی خواب‌آور میشه. یعنی شما اگر یه زمانی امتحان داشتین، یه دفعه نصف کافئی خوردین با شکر فراوان، گفتین ای بابا چرا خوابم گرفت، به خاطر اینکه خود همون خواب‌آور. همینجوری که می‌بینید یک غذای قیافه بسیار لذیذی داره و یه سس کوچیک هم از نوع خردل و سبزیجات براش درست کردیم، یه کوچولو با تربچه و ترخون تازه اون رو تزیین کردیم با ریحون، همچنین پیاز حلقه‌ای با همین جنس آرد سوخاری که زدیم و قارچ سوخاری هم کنارش آماده کردیم. امیدوارم هر جا هستین موفق مؤید باشین، سربلند و پیروز باشید. خداحافظ شما. به شما بگم که اگر ظروف آشپزخونه‌تون کهنه شده، اگر می‌خواید ظروف طبخ غذای نو بگیرید، اگر می‌خواید که اسباب پخت و پزتون کارایی داشته باشه و کیفیت لازم رو داشته باشه، ما این سرویس هشت پارچه تفلون رو پیشنهاد می‌کنیم. هم به خاطر ساخت خوبش، هم قیمت مناسبش. دسته‌ها نسوزه، درهای پیرکس داره. عزیزان رنگ بیرونی نسوز هست، تفلون با قطر مناسب کار شده که پوسه پوسه نمیشه، تو غذاتون وارد نمیشه، ظرف در واقع کیفیت خودش رو از دست نمیده. قیمت این ظرف سرویس هشت پارچه تفلون در واقع هست 249 هزار تومان. اما برای شما بیننده عزیزی که دارید نمایش آشپزی رو از شبکه نمایش تماشا میکنید، 100 هزار تومان تخفیف در نظر گرفته شده و شما میتونید در زمان پخش برنامه یا باز پخش برنامه از این تخفیف استفاده کنید. به این صورتی که میگم، تلفن همراه رو برمیدارید، عدد 5 رو به سامانه 1055-58 ارسال میکنید، با شما تماس میگیرن و این سرویس تفلون رو که بسیار خوب و با کیفیت تهیه شده در منزل با قیمت 149 هزار تومان تحویل شما عزیزان میدن. ما از شما اینجا خداحافظی میکنیم، تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.